آخرین نصیحتی که میخوام براتان کنم این است که وقتی که من خبری به مسکو آمدن و بعضی خواهرای اسلامی شنیدن، چی از وحدت، چی از دوشنبه، چی از رامید، چند نفر خانم ها نزد من شکایت آمدن. خدا نکنه که در بین شما این تا آدم نباشد. یکی از خواهرها میگفت بابایشان شوهر من 6 سال است در روسیه است و نامده است، یک بارم از احوال من خبر نمیگیرد. اگر رفته همونو در اونجا بینید یعنی نصیحتش کنید. خوب همین مضمون چند تا بود. اگه من از شما خواهش میکنم که با کدام شما هم همتون نباشه که اون کمپیلتان رو در اونجا مونده باشه و 2 سال و 3 سال و 4 سال به اینجا بیایه و یه فراموش کنه، از انتها نباشه. عزیزان من زنی مسلمان بر بالای مسلمان حق دارد، زن نفقه دارد، نفقهش فقط پول روان کردن نیست که هر ماه 100 دلارش روان کنه چی نامقلی کنه اونجا گشتن گیره تو اینجا ده با زنای سفیده که گیره راحت کنه شما وای در اونجا خونه خورده ایستاد. زن نفقهش هم خوراکی و پوشاکی است، هم همخوابگی است. خوب که اکی آمده حیات مجبور که 6 ماه و 1 سال که ایستاده حتما با نزد همسراتان بازگرده، باز پیش اونها ده 2 ماه و 3 ماه ایستی با بیایتان کارتان کنه. یا اگر شرایط داشته باشه، من این شب ما خانی محمد جان ده بودین خدا نگهش دارد، خوب همسر شما آوردست یعنی عزیز خیلی خوش رو زندگیش خوش رو، شما هم شرایط داشته باشه همسراتان بیاره در اینجا، هم رفیقتان میشود، هم لباساتان میشوید، هم غذاتان آماده میکند، هم شما بفره میشه میره پاهاتان و پشتاتان میمالد. زردتان کرده که پاهاتان مالوی زنک خیلی به هر حال میگونده، لیکن اگر نمی بیاره خودتان رو به پیش اونها 6 ماه 8 ماه که کار کرده رو به اونها رو با خرسند کنه و گشته بیتان. خدا در قرآن شما رو تأکید میکنه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، زنها هم بر بالای شما حق دارن مثل که شما بر بالنها حق دارید. نگذاره همسراتان در اونجا عصبی شون، نگذاره همسراتان در اونجا محتاج شون، نگذاره همسراتان از سبب نرفتن شما خیانت کنن، در ناموس شما خیانت کنن. زن از 4 ماه زایید به شوهر طاقت کرده نمیتونه، باور کنید. حرف اولش درسته، حرف دومش نادرسته. حرف اولش درسته به این معنا که کسی با اختیار خودش بدون اتفاق با همسر و بدون عذر نباید از همسرش بیشتر از 4 ماه دور باشه، هم برای خودش خطرناکه و هم برای همسرش. لیکن ضرورت های زندگی به دست خود آدم نیست، شرایط زمان به دست خود آدم نیست،